پایگاه هستش، بچه ها در تقیبش هستن در کنار رسکان هایی صدا بگرفتی جواب ده. آره آره منم ببینم بشون میرم جلو برای چیک کردم حالا رو منو داشته باشم من برم داشت برم نیم برو سلا ببینش برای راست کنه برم من تکیده به چپ بزن به پیش راست برو کانتینر رو تو بتونی بزنی سلا نفع بیرونی جلو تا راجر ما یکم کم میکنی سمت راستمون روی ارتفاعات دود توپخانه هست دیدبانش ول کرده داود نجفی بگو داود جان فرمیشن اوکیه اما دفت روی الکترون ترازیل رو بخونه گرفتم به چپ گرفتم به چپ راجر من رد شدی کنم آیا در را یه تیم آتش سنگین از زمین کنده شدیم. لیدرش من بودم، دو تا کبرا پشت سرم بود، یه دیوی شدم اون ریسکیو. ما عروس شهر عباس عبور کردیم، رفتیم، رسیدیم به ابتدای جاده حمیدیه سوسنگه بستان. حمیدیه که عبور دادیم، رفتیم جلوتر، دیگه اینجا آرایش تاکتیکی گرفتیم. من جلو بودم، یه کبرا سمت راست، یک کبرا سمت چپ، یک کبرا پشت سر با فاصله زیاد. وقتی که ما می‌رفتیم، معمولا با رادیو اف ام صحبت می‌کردیم. همین که صحبت می‌کردیم، دیدیم که یه نفر ترک زبان آذری زبان اومد توی بیسیما گفت آره من صداتون رو دارم صدای هلیکوپتراتون میشنوم هواروزی هستین گفتیم آره ما هم از لهجه کلامشو از این حال هوای جنگی خودمون داشتیم و بحث ایثار و فداکاری و تقریبا اعتماد به همه خودمون نظامی ها و بسیجی و بچه های مردم اصلا به این اعتماد کردیم که این نفر خودیه در حالی که اصلا نباید اعتماد میکردیم یک رادیو بیگانه است اومده تو رادیو ما گفت که ابراهیم میگه که من نزدیک بستان هستم اینجا تانک های عراقی اومدن ما شهیدم با اینها درگیر هستیم نیاز به پشتیبانی آتش داریم نیاز به شماها داریم اگه به نظر به سلامی دیدیم باید ما که فرق نمیکنه که حالا چه دو بهردان باشه چه دینا سوسنگت باشه چه کوه الکبر باشه بریم سراغ اینا مثل که آدم خوبیه همینجوری گفتیم باشه بریم آقا لیدر تیمو به جنگ که طرف سوسنگه جنوب سوسنگه بریم سمت راست گرفتیم اومدیم سمت راست کرخه و رفتیم به طرف سوسنگه رفتیم و گفت شما رو دارم اتون یعنی ما رو دقیقا تو دید داشت داره رفتیم و به ما گره داد گفت که در این نقطه پشت این نخلا نیروی عراقی هستن رفتیم جلوتر عجب تانک های عراقی زیاد شروع کرده به اینا زدن میرفتیم دو تا راکت میزدیم دوره برمیگشتیم دوره باز دقت تیر میکردیم دوره باز چهار تا راکت میزدیم دوره مثلا موشک تاو میرفت یه دونه میزد دوره باز میومد یه هدف دیگه میگه باز میزد یعنی همینجوری ما تو هر پرواز میرفتیم جلو و برمیگشتیم خب اینو زمان زیادی به طول کشید اینا مدام داشت با ما گرایی میداد صحبت میکرد و ما اون دل داره میداد هم اون تفری ما رو دل داره میداد بعدش هم دیدیم صداش قطع شد و اصلا هر چی صداش زدیم گفت داداش رفیق عزیز کی هستی بودی هیچ چی صداش دیگه نمیاد قطع شد برگشتن ماها ضمن اینکه خب خیلی ناراحت بودیم از اینکه میدیدیم مردم بستان مردم شمال سوسنگر همه افتادن توی این دشت دارن پیاده میان با وسیله با زنبیل بچه کودشون خیلی ناراحت بودیم ولی صحبت این برادر که با ما تماس گرفته بود با اون لهجه آذریش و با اون حرارت و با اون احساسات که ما صحبت کرد و صدایی که ناگهان قطع شد و دیگر نیامد اصلا ما خیلی ناراحت شدیم همجا انداختیم روی جاده سوسنگر به طرف اهواز کمالی سکوت مطلق اصلا کسی حرف نمیزد یکی از بچه‌ها گفت که راستی داوود به نظر این کی بود داوودم گفت والا من چی بگم بعد من یه وقتی چی تو ذهنم رسید گفتم که این هم بسیجی بود هم سپاهی بود هم چی بود اصلا به نظر من صدا خود شهر بستان بود که در آخرین لحظاتش ما فرزندانش رو بیاری طلبیده بود و ما رفتیم کمکش درست 7 ماه پس از آغاز جنگ در منطقه سرپل ذهاب عملیاتی به منظور بازپسگیری ارتفاعات بازیدراز شروع شده بود. در این عملیات پس از 1 هفته نبرد سخت و با اتکا به تیم‌های آتش هوا نیروز که فرماندهی آنها را خلبان اکبر شیرودی بر عهده داشت، ارتفاعات بازیدراز به تصرف نیروهای ایرانی درآمد و یکی از اولین شکست‌های جنگ را نصیب ارتش عراق کرد. من الان از منطقه غرب برمیگشتم جاتون خالی آتش بازی خیلی خوبی بود و یه مقدار فرسی ها سرکوب شدن و چند تای تانک امروز شکار کردیم
در غرب کشور هستیم و در جمع دلاوران هواپیمایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران هوانیروز. شما از قهرمانی های این برادران در طول هفته‌های گذشته و طی درگیری های اخیر در منطقه غرب و جنوب کشور اطلاع پیدا کردید. ضربه های خوبی بود که به این دشمن مزدورمون زدیم و امیدوار هستیم که بعد از این هم بتونیم این ضربه‌مون رو ادامه بدیم به امید خدا و تا قلب عراق پیش بریم و مردم مسلمان عراق رو از زیر بار ظلم این مزدور صدام نجات بدیم. در روز 8 اردیبهشت و در پایان عملیات، بالگرد خلبان شیرودی مورد اصابت گلوله مستقیم دشمن قرار گرفت. با شهادت خلبان شیرودی، هوانیروز یکی دیگر از نام‌آورترین خلبانان خود را از دست داد.